پارکینگ لات، زمانی که او در حال قدم زدن به پارکینگ به موتر بود. اوکی. Did he see the attacker؟ آیا او مهاجم را دید یا دیده؟ Ask why not. No. Why not؟ چرا نه؟ Because the attacker put a mask on his face. به خاطر که مهاجم یک ماسکی روی صورتش گذاشته بوده. Okay. So, was the attacker a man or a woman? مهاجم یک زن بود یا یک مرد؟ That is complicated. پیچیده هست. معلوم نشد بالاخره. Maybe both. Okay. Did Mr. Sean break his arm? آیا آقای به اصطلاح شان خود اینو آزو خور شکستن؟ No. What? چطور شکستن؟ They broke his arm when they put them in the ambulance. And when? You can say yesterday or last night. شب گذشته. Pictures from the past. یعنی تصاویری که یا عکسایی که مربوط به گذشته است. عکسایی که از گذشته است. Okay, before we start our lessons, it's necessary to have a quick review on the grammar parts on page 108. میرم به صفحه 108 کتاب شما و قبل اینکه درس خود را آغاز بکنیم ما خلاصه گرامر رو ببینیم که درس 54 ترکیبی از زمان حال جاری و زمان حال ساده بود و تفاوت‌هایی که در جملات بود که به شما گفته شد و پست و پست کانتینیوز رو با هم کار کردیم که گفتم ما در زمان گذشته انجام یک کار میگیم همچین کاری رو مثلا دیروز انجام دادم اما با گذشته جری باز میگیم که من دیروز در حال همچین کاری بودم به اصطلاح Was I doing the dishes؟ آیا من در حال شستن از ظرفا بودم؟ به این حالت سوال خور شما مطرح میسازم در به اصطلاح مربوط به درس قبل هم میشه صفحه درس 55 کتاب شما اما درس امروز به اصطلاح صفحه 56 پس کانتینیوز هست زمان گذشته جاری هست و مثلا میگیم He was walking to his car when somebody hit him او در حال قدم زدن به موترش بود وقتی که یک شخصی او بزد چه کار شد؟ جریان کار نشون داد قبل از اینکه یک اتفاقی رخ بده انمیر میگن past continuous انجام یک عمل قبل از یک عمل دیگه نشون میده و افعال بی قاعده مثل run با you شکل گذاشته با آی run دویدن میشه hit hit put put ما در بخش افعال بی قاعده سه نوع فعل داریم ما سه دسته تقسیم میشه یکی که شکل به اصطلاح دوم و سوم از او یکی هست یعنی پود پود و شکل سوم هم پود میشه باز یک فعل داریم مثلا کام کیم کام داریم که او هم به اصطلاح شکل افعال بیقایده هست و این که شکل اول و آخر با هم یکی هست و بعضی هم به این حالت داریم که هر سه حالتی و متفاوت هست این جزء کلن در دسته بیقایده ها قرار میگیره و تنها کاری هم که میشه کرد اینه گفته ما تعداد از اینا شما باید حفظ بکنن رو از او حساب باز شما میتونن که وقتی که در جملات استفاده میکنیم شکل